یعنی چطور همین آینه مقابل خورشید و خورشید مقابل آینه؟ ای کنید خدا مؤمن است، شیعه مؤمن است. مردم واقعا باید بدونن که این ملایان ایران در خط شیطان کار میکنن، ولی در ظاهر برای شیطان جرن هاست که در نشخارگاه کلام و چراگاه کلام به سر میبرن و با استفاده از این بی‌نظمی این چراگاه هرچی که بخوان میگن، ولی کلام اونها بی‌منشأ هست. معنای آخون در حقیقت میشه آخ و خون. آخ یعنی درد، خونم اگه ریخته بشه میشه مرگ، پس میشه درد و مرگ. و اینها غیر درد و مرگ چیز دیگه‌ای برای جهانیان نیوردن. مردم باید به یاد داشته باشن که آتش خداوند سازنده است و آتش شیطان نابود کننده است. اون کسی که به عیسی مسیح اعتقاد داره کسیه که داناست و تفکر خودش رو این در راه دانایی مصرف میکنه. ما که به تحمیل عقاید که نمیخوایم بنشینیم، چون اون چنان قدرتی در کلام خداست ما رو از هر گونه سفارشی بی نیاز میکنه. اون کسی که درک مطلب میکنه از کلام خدا سریعا جذب خواهد شد، و اون که درک نمیکنه در حال، اون در طول زمان به اندازه خواهد بشر محدوده. شما مقیاس کیهان رو در نظر بگیرید. کیهان بزرگ، مغز انسان کوچک. چون کل این ذرات این عالم که به صورت ایسر راست، اهرام چپ راست، اجرامن، که این به صورت اشکال باید توضیح داده بشه که رموز این رو ما پیدا بکنیم که اصلا هستی عالم و مفاهیم عالم چگونه شکل یافته و تفکر پیدا کرده، که جهان اصلا مبدأش از چیست و چطور به جهان جان ختم میشه و جهان نیمه جان چه هست. جام جهان زندگان همون انسان هست، ولی این انسان در جمود جنود بیرنگ انهان اسرارآمیز اینه که وقتی که ما همه چیز رو خدایگونه میبینیم و میگوییم همه چیز در قالب خدایی و از اندیشه آدمی و انتقال او در این مسیر هست، این همون ذره تقسیم شده بی نهایت هست که مسیر اون حد اقل جرم و یا حد اکثر سرعت بوده، که پس از این سرعت و تندی به کندی و زمان میرسه و خداوند خود رو در همه زوایا میبینه. خلقت رو مکتوب بنابون تا بی پایان قرار میده و جهان رو پایان بی آغاز، یعنی تا در این آزمونگاه خلقت به تکثیر انواع و گونه ها برسه. اینه که خداوند یکتاست، ولی خلقت او گونه گونه است. بنابراین وقتی ما در یک چنین آفرینش بیمانندی قرار میگیریم، ما نباید متکی به افکار شخصی خودمون حکم صادر بکنیم. بله. همین عیسی مسیح گفت حکم و داوری زان خداوند است، حکم نکنید که بر شما حکم خواهد شد. بله. خیلی ممنون از این زاویه مسئله رو مطرح کردید، جالب و جدید و زیبا بود. بله خدا رو شکر، چقدر کار خداوند زیباست وقتی مسائل رو از جنبه علمی ایمان رو مطرح میکنیم تا کجاها میشه پیش رفت. وقتی از جهاز فلسفی و عرفانی کتاب مقدس رو بررسی میکنیم، میبینیم سالهای سال درش میشه پیش رفت، چون عمق همه چیز خداست و عیسی مسیح که در کلام خدا میگه او همه چیز و در همه چیز هست. باری اینها معتقد شدن که این حضرت در غیبت صغرا بوده است و بعد وارد غیبت کبرا شده. مهدی را دو غیبتی که غیبت صغرا به مدت 69 سال از 260 تا 329 و دیگری غیبت کبرا از سال 329 است تا که هنوز ادامه دارد. به عبارت دیگر امامی که وجود نداشت گفتند دو غیبت کرده است، یکی غیبت صغرا که مدت 69 سال و غیبت کبرا که از سال 329 آغاز شده و هنوز ادامه دارد. این چاهی که در سامره هست، نمیدونم کجا هست، و یه دیگه گفتن چاه در اصفهان هست و حالا میگوین چاه در جمکران هست، قرار است که این امام از این چاه بیرون بیاید و جهان رو پر از عدل و داد کنه. اگر روحانیون میگن که از امام 11 پسری به وجود میاد و اون امام زمان هست، این کاملا اشتباه است. آنچه که برای ما مدرک هست همان است که محمد گفت. محمد تنها فقط یک پسر داشت، نام او رو ابراهیم گذاشت. ابراهیم در 18 فوت میکنه. محمد میگوید که ابراهیم نمرده است، نزد فرشتگان روزی میخورد و در آخر زمان قائم به عالمان باز خواهد گشت. یعنی اگر امام زمانی هست، آن ابراهیم است که نزد محمد بود.
میگوید از علامات ظهور مهدی پیدا شدن آیات سماوی و کثرت ظلم و جور و هرج و مرج و قحط و بلا و رنج و پیدا شدن علمهای سیاه در خراسان و ظهور سیدی از خراسان و فرار او به مکه است و نیز کشته شدن نفس زکیه و ظهور سفیانی در دمشق میباشد که تفصیل آنها در احوال مهدی در کتاب بهار الانوار مجلسی آمده است. دیگر از علام ظهور فرود آمدن عیسی از آسمان و طلوع آفتاب از مغرب و نیز برآمدن صیحه و فریاد در آسمان است که بانگ برمی‌دارد که خداوند بزرگ و قادر است بر اینکه از جانب بالای سر شما و از زیر پای شما بلا نازل کند و عذاب بفرستد. دیگر آمدن دجال است که نام او به اختلاف روایات صائف ابن صائد و صائف ابن سعید و صائف ابن سعید آمده است، گویند که به یهودی است و یا مادر او یهودی بوده و قصبی به نام یهودیه در اصفهان خروج می‌کند. وی اصلا چشم راست ندارد و تنها یک چشم دارد که در پیشانیش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. در چشمش چیزی مانند پارچه گوشت که با خون ممزوج است جای دارد و در بالای چشمش به خطی جلی نوشته شده الکافر، به طوری که هر کسی می تواند اون را بخواند، خواه با سواد باشد و خواه بی سواد. در حرکت او آفتاب باب سر می کند و در پیش رویش کوهی می باشد از دود و در پشت سرش کوه سفید دیده می شود و مردم چونی می پندارند که اون طعام است. دجال در ایام قحطی خروج می کند و بر خری سبز یا خاکستری که هر مویش ساز می زند سوار است. به به، عجب خری اون خر. اون درازگوش در هر گام یک میل راه می پیماید. میل همون مایل باید باشید، حالا واسیم اندازش البته شاید فرق کنید. در زیر پایش زمین پیچیده می گردد، بر هر آبی که می گذرد اون آب خوش می شود و به بانگی بلند فریاد می کند که همه جن و انس و شیاطین که در مغرب و مشرقن صدای او را می شنوند و می گویند ای دوستان من به نزد من آیید، من اون کسی هستم که مخلوقات را آفریدم و روزی ایشان را مهیا کردم و من پروردگار شما هستم و مردم را فریب او را خورده به دنبال وی می روند. یعنی دجال خرش. و اگر نگاه بکنیم این با مرحوم امام بیشباهت نیست. عیسی مسیح گفت در آخر زمان شخصی میاد با نام من ولی از دین من نیست و آن روح دجال است. شما خودتون آقای آیزیا در تمام گروه ها خیلی کسا به آقای خمینی لقب دجال رو دادن، یعنی بلا اراده اومدن گفتن ایشون دجاله. همون چیزی که مسیح گفت، گفت با نام من میاد. موسی کلیم الله بود، عیسی روح الله بود و خود خمینی روح الله الموسوی خمینی. در همین انجیل میاد که شماره این شیطان 666 است. در حروف ابجد شما اسم خمینی رو از اول تا آخر بنویسید به حروف، شما در وسط نام خمینی 666 رو میبینید. اگر نگاه بکنیم این با مرحوم امام بیشباهت نیست. بله، سرانجام به قدرت خداوند دجال در شام در بالای تلی که معروف به تل عفیق یا افیق است 3 ساعت از روز جمعه گذشته به دست مسیح ابن مریم که آسمان به نزد نوته کشته می شود و دوره حکومت او 40 روز یا 40 سال است و جهان را پر از کفر و ظلم و بیداد می کند. دجال به معنی کذاب است و اون کلمه اصلا سوریانی است که ریشش به معنی دروغ گفتن که در عربی فلان شده است و او را مسیح کاذب گویند یا انتای کرایست. در پیش گفتیم که از علائم ظهور مهدی نزول عیسی از آسمان و وی دجال را پیش مهدی میکشد و پشت سر آن حضرت نماز میگذارد. زندگی هر انسانی مثل یک راز هست. اگه موفقیتی ما بخوایم به دست بیاریم یا اونو به ظهور برسونیم، یعنی استعدادها و قواهای خودمون رو ما بخوایم اون کار انجام بدیم، تنها چیزی که به ما کمک میکنه عمل پیوسته است، یعنی مدام این حرکت انجام بگیره. انسان تا اونجایی زنده است که بارور باشه.
اگه بارور نباشه و فقط دریافت کننده باشه، از نظر ما اون انسان هیچه و مرده است، مثل سران جمهوری ملایان شیطان و پاسدارانی که به جای اینکه پاسداران انسانیت باشن، پاسداران افضل و سافلین شدن. آیت الله ها که خامریش هستند و خام عقل، وجودشان قتل است و آیت وجودشان به جای آیت الله جنایت است، پس جن آیت وجود آنها می شود. مگر نمیگویم که ما دین میدانیم؟ عیسی مسیح که وجودش عشق و ایمان و ایثار بود، مگر نگفت آن کس که یک انسان بکشد و یا حتی قصد در فکر خود به قتل انسان کند، آن باطل است و آن باطل است؟ پس این ملایان شیطان در نشخوارگاه کلام به نشخوار کلام فقط پرداختند، یعنی کوچکترین عملی در اونها وجود نداشته غیر از جنایت و حیلت. پس معیار پاکی و ناپاکی برای ما تنها در عمل دیده میشه، به همین دلیلی که بدلهای خلقت همیشه رسوا میشن، چرا که اصل یک هست که تک سوار جانان است. این زمان برای ما تجربه بی زمان است. من به هیچ کجای این عالم وصل نیستم، نه از چپ هستم، نه از راست، نه از مجاهد. من از ایران هستم و از سرزمین ایران. برای ایرانی ها و آن کسی که میخواهد، اگر شما به دنبال موسی میگردید، Remember this day when the strong hand of the Lord leads you out of bondage. The Lord is God. The Lord is God. The Lord is God. The Lord is God. Of the waters, his will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! Pursuit. The Egyptians meant to die here. Who shall withstand the power of God?
Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting. راهبری رو داریم که این رو به مردم ایران میتونیم معرفی کنیم، در نهایت این که به بررسی عمومی قرار بگیره، حتی زیر ذره‌بین، از لحظه تولد ایشون تا لحظه‌ای که الان ایشون در روی این سیاره زندگی میکنن، همه چی بررسی بشه. اگر قبول کردن، اون وقت در یک نظامی قرار بگیرن که بتونیم واقعا راهی پیدا کنیم که راهگشا باشه و بتونیم پیروز بشیم بر این ملایان شیطان. ممکنه یه اطلاعات بیشتری در مورد این کسی که شما کاندیدای رهبری از طرف جمعیت یا طیف خودتون میکنید به ما اطلاعات بیشتری بدید؟ آنچه که مهم هست این هستش که چه کسی قدرت و توان راهبری کردن مردم ایران به سرزمین خودشون و آزاد کردن مردم ایران از شر ملایان شیطان هست. ایشون الان در جمهوری اسلامی یا در خارج از جمهوری اسلامی؟ روی بهتون میگم که ایشون یک مرتبه تیر خوردن و یک مرتبه هم در زندان بودن، در همین زندان جمهوری. نام ایشون هست پروفسور ابراهیم میرزایی. بله بله. شما ایشون میشناسی؟ متاسفانه نه، ولی خوشحال میشیم که باهاشون آشنا بشیم. بله، نام ایشون هست پروفسور ابراهیم میرزایی. درست و بعد از به انجام رسیدن انقلاب و قدرت رسیدن این آقایین آیت الله ها، ایشون در سرزمین ایران در تهران مکانی بنا کردن به نام دانشکده انشای تن و روان برای ارتقاء انشای انسان، و ایشون تا اونجایی که تونستن مردم رو به دانایی دعوت کردن. و اگه یادتون باشه ایشون کاندیدای ریاست جمهوری شدن و در دوران کاندیدای ریاست جمهوری به ایشون تهاجم کردن در خونشون و ایشون رو با تیر زدن، چون که ایشون برای آقای خمینی ها نامه نوشتن، نامه سراسری پخش کردن که آقای خمینی، شما خمینی ها رو میشناسین آقای داور؟ خمینی ها رو شنیدم، بله 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 شنیدم اسمشون، یعنی من اینا رو عملا از همین طریق مطبوعات. بله بله، در دوران ریاست جمهوری اولین بار در ایران وقتی که آقای پروفسور ابراهیم میرزایی کاندیدای ریاست جمهوری شدن، ایشون برگشتن گفتن که آقای خمینی شما اجازه ندارید به عنوان به مقیاس 38 میلیون جمعیت ایران، اون موقع 38 میلیون جمعیت بود، شما اجازه ندارید به عنوان 38 میلیون بشین بگین این میتونه انتخاب بشه اون نمیتونه بشه، ما به رئیس جمهور از پیش ساخته و عروسکی و کوچی نیازی نداریم.